اسرائیلی ها. اسرائیل همیشه دشمن ایران بوده. من معنی و مفهومش رو نمیدونم. در دنیای رقابت همیشه سعی میکنن که هر کشوری، هر مردمی، هر انسانی خودش بهترین و برترین باشه. این درسته، این حقیقتیه که وجود داره. حالا ما اصلا به گذشته کار نداریم. اگه قرارش بحث دشمنی باشه، الان آمریکا و ژاپن باید دشمنای درجه یک هم دیگه باشن. در گذشته به هر حال حمله از سمت آمریکا به هیروشیما به ژاپن شده که خب اگه اینطوری بود که باید ژاپن و آمریکا همیشه دشمن می بودن. گذشته تمام شده، به تاریخ پیوسته. میتونیم ما مثلا از استراتژی دیگه، از مسیر دیگه، همیشه بهترین بهره رو برای خودمون، برای کشورمون، برای هر انسانی داشته باشیم و ببریم. اسرائیل اون استراتژی که در قبل داشت نسبت به ایران به هر دلیل، الان با شرایط فعلی تغییر مسیر در استراتژی، در سیاست نسبت به ایران و ایرانی آیا داده است؟ الان اسرائیل به عنوان یک کشوری که متوجه این شده که ضرر جمهوری اسلامی بودنش بیشتر به ضرر اسرائیل هست تا اینکه حالا یک کشور ایران قدرتمند با یه حکومت قدرتمند در آینده میتونه بهره و سود زیادی برای اسرائیل داشته باشه. آیا به عنوان یک کشور به این سیاست رسیده که از یک آلترناتیو مردمی که بیشترین مردم، اکثر مردم ایران از اون حمایت میکنن و خواهان اون جبهه و تیپ هستن، به این نتیجه رسیده که اون آلترناتیو رو ازش حمایت بکنه و دنیا رو متقاعد بکنه که آلترناتیوی که میتونه ایران رو بسازه، میتونه ایران رو امن در منطقه نگه داره و مفید باشه برای جامعه بین الملل در آینده، مخصوصا خود اسرائیل، آیا به این نقطه رسیده و فکر میکنید که داره یک همچین حالا سیاستی رو تو برنامه رو برای آینده یا نه؟ نکنید ما به عنوان برنامه پژوهشگر اندیشکده پاسیاد ایرانیان در اورشلیم مسائل رو ارزیابی میکنیم و با یکایک به حال فرهیختگان، کارشناسان ارشد مسائل امنیت ملی و دیپلماسی سبک سنگین میکنیم چه به حال گزینه هایی رو در ایران فردا داریم. آیا ایرانیان باید به دنبال آن باشند که یک کشور خارجی به دنبال تهاجم به ایران باشه؟ نه. آیا ایرانیان به دنبال آن باید باشن که یک خیزش مردمی و رستاخیز ملی و آگاهی و خبررسانی که من که دنبال میکنم باور نکردنی آگاهی که در 45 سال پیش مردم داشتند و آمدن آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی، ما شما رو به کمال انسانیت میرسانیم، مردم آگاه هستند، مخصوصا نسل زد، یعنی آگاه هستم آنچه که از نظر فناوری ها یا فجازی مثلا فناوری های مجازی فجازی مطرح هست، اونها به هر حال آگاهی کامل دارن و اونایی که به هر حال سعی بر این دارن که اذهان عمومی رو به هر حال منحرف بکنن از آزادی آزادطلبی که اسرائیل خود نتانیاهو بارها این مسئله رو مطرح که ما در کنار رستاخیز ملی ایران حالا جنبش مهسا باشه بعد خیزش مردمی به هر حال 96 بوده 98 بوده و آنچه که میگذرد و اینی که زیرنویسی های پارسی که هر آنچه که گفته میشه یا سخنگوی ارتش که من جزء اونها نیستم به هر حال میان با لباس سربازی این مسائل رو میان و مطرح میکنن و اون پیشین نیاکانی که مشترک ما داشتیم در اصل میتونه ضریب بالایی داشته باشه برای اینکه بتونیم به آنچه که همزیستی مسالمات همزیست هست که قبل از 57 رو نیز داشتیم و عادی سازی روابط رو داشته باشیم. ولی بحث در این هستش که در حال حاضر حاکمیت در دست مردمان ایران نیست، حاکمیت در دست گروهی هست سودطلب و راندخار و جناهایی که از اون دارن ساختار سیاسی اون رو تشکیل دادن که نمیدونم تا چند روز ما میتونیم تأثیر گذار بر اون باشه. یک. دو، اینی که آیا اسرائیل به دنبال زدن سر مار هست، به نظر من با ارزیابی که ما داشتیم به نظر من در نه در حال حاضر، برای اینکه در حال حاضر در این 45 سال
ما با گروه های نیابتی به حال تروریستی اون دست به یقه هستیم، چه برسه به خود سر اختاپوس. سه، اینی که تا چند اندازه اسرائیل میتونه مثل لبنان در 1982 که وارد شد تا سال 2000 که 18 سال در لبنان بود که بتونه حاکمیت لبنان تحت تاثیر قرار بده، چه افرادی روی کار بیان چه افرادی روی کار نیان، و حاکمیتی که در اون موقع بوده که فلسطینیان با اسرائیل می جنگیدن رو بتونه روی کار بیاره یا اینکه سرنگون کنه، پاسخ یک نه بزرگ است. اسرائیل دوباره وارد همچین حماسه سرایی نمیشه یا وارد همچین سرنگونی حاکمیت دیگه ای نمیشه، بلکه مردم ایران، مردمان ایران وقتی میگم یعنی که از ترکمنش گرفته تا بختیاریش، از قشقاییش گرفته تا بارها آذریش، از خوزستانیش گرفته تا کردان غیور ما و برابرچه‌هایی که خوزستانی هستن، خود مردم ایران یک پارچه باید تصمیم بگیرن آینده خودشون رو رقم بزنن. دولت دیگه و حاکمیت دیگه و یورش دیگه، حالا که خامسکی گفته که بیش از این که دولت های دیگه بیان و ایران رو تهدید بکنن، خود همون افراد هستن که خانم گلسفید آمدن و مطرح کردن. ما از کجا بدونیم اون سیاست هایی که در قبال حزب الله و در قبال حماس، جهاد اسلامی و تونل های 500 کیلومتری که 1500 تا حفره ممکنه داشته باشن و دالون دالون هستن رو خود جمهوری اسلامی نساخته باشه در ایران، چه تهدیدی باشه برای مردم خودش، تهدیدی باشه از نظر پهپادهای انتحاری که داره ایجاد میکنه، حالا در زیر کوهستان 80 متر یا 100 متر زیر کوه باشه، و بمب های به هر حال بمب های سنگر شکن هم در اختیار آمریکا و اسرائیل باشه که این کارو بیان انجام بدن. ولی آیا اونها مثل بیمارستان اشرفا که مطرح کردن، آیا نمیان یه گونه خودزنی داشته باشن که حتی اتفاقی هم نیفتاده باشه؟ بدر سه رو که اومد زدن اشرفا رو زدن، خود شنود شده بود، گفته بودن ما اشتباهی زدیم، ولی اینا تفسیر رو به گردن دیگه مثلا. آیا جمهوری اسلامی سپاه قدس نمیاد کاری رو انجام بده که به هر حال افکار عمومی رو به طرف اون بگذاره که بر خودزنی داشته باشه، که به هر حال فرهنگ خودزنی دیگه اون سندروم استکهلم، که بله ما رو به این گونه آمدن، همینطوری که اومدن داعشی ها به ایران حمله کردن، افغانی ها به ایران حمله کردن و غیر و اینها، یعنی نمیتونه بیاد این کار انجام. به نظر من آری میتونه این کار انجام بده، و به قیمت آنچه که هر چقدر به هر حال میگن که برای اسلام 1 میلیون نفر که هیچه، همینطور که در سوریه اومدن گفتن، یعنی واجب موجبات حفظ نظام. به این گونه اگر بخوان پیش برن و اون اندیشه آخرالزمانی، خود در از حاکمیت ایران تهدید بزرگی برای مردم خودش هست، همینطور که در غزه شاهد اون بودیم که مردم خودش رو سپر